فصل سوم تنها چیزی که مهمه وسعت قلب شماست اگر میخواهی دنیا رو تغییر دهی دیگران رو با توجه به وسعت قلبشان بسنج من با کفش قواسی مشکیم که زیر بغل راستم و ماسکم که زیر بغل چپم بود به سمت ساحل دویدم وقتی سربازان در حال رژه به من نزدیک شدند کفش های را رو روی ماسه نرم گذاشتم و آنها را طوری به یکدیگر تکیه دادم که شکل خیمه های سرخ پوستی را به خود گرفتند. دور تا دورم دانشجوها ایستاده بودند. تیشرت های سبز شوارک های خاکی رنگ شنا، نیمبوت از جنس نوپرین و جلیقه های نجات کوچکی بر تن داشتند. ما آماده بودیم تا تمرین شنای چهار کیلومتری صبحمان را انجام دهیم جرقه نجات شبیه بادکنک پلاستیکی کوچکی بود که تنها وقتی زامنش را میکشیدند پر از هوا میشد می, می در ظاهر دانشجویان شرمندگی را ببینید که مجبور بودند جلقه نجات بر تن داشته باشند اما مربیان دوره آموزش باید قبل از هر شناس صحت و سلامت تمام جلیقه ها را بررسی می کردند. این بازرسی به مربیان فرصت سختگیری و اذیت بیشتری میداد. آن روز در کورنادو ارتفاع موج به دونی متر رسید. موجها در سه خط به سوی ساحل در حرکت بودند. وقتی به ساحل برخورد می کردند صدای خروش مهیبی ایجاد می شد. که ضربان قلب دانشجویان را تندتر می کرد. مربی به آرامی به پایین خط حرکت کرد و مستقیم به سمت مردی رفت که در سمت راست من ایستاده بود. این کاراموز که به تازگی وارد دوره شده بود حدود دو متر قد داشت. مربی قد بلند دوره آموزش کهنه سرباز ویتنام بود که یه سر و گردن از بقیه بلندتر به نظر می رسید. بعد از بازرسی جلیقه های نجات دانشجوها مربی از روی شانه چپش با آبهای خروشان نگاهی کرد. سپس آمد و کفشای قواسی آن کاراموز را گرفت. در حالی که آنها را نزدیک صورت آن فرد گرفته بود گفت آیا واقعا میخوای یه مرد قورباغه‌ای باشی؟ ملوان صاف ایستاد و در نگاهش مقاومتی دیده میشد. فریاد زد بله مربی میخواهم. مربی در حالی که کفش قواسی را نزدیک صورتش تکان میداد گفت تا آدم کوچکی هستی آن موجها میتونند دو نسبت کنند مکسی کرد و با اقیانوس نگاه کرد قبل از اینکه آسیبی ببینی باید به فکر کنارگیری باشی حتی از گوشه چشمم هم, هم میتونستم ببینم که دندانهای آن به هم قفل شدند ملوان شمرده شمرده پاسخ داد من کنار نمیکشم. سپس مربی خم شده چیزی در گوش آن کاراموز پچ پچ کرد. با وجود صدای موجهای خروشان نمی توانستم چیزی که مربی به کاراموز می گفت را بفهمم. بعد از اینکه تمام کاراموزان بازرسی شدند، مربی به ما دستور که وارد آب شویم و ما شنا را شروع کردیم. یک ساعت بعد من سینه خیز به ساحل رسیدم و دیدم که همان کارآموز آماده ایستاده. او شنای خود را به عنوان اولین نفر کلاس تمام کرد. او را به کناری کشیدم و از او پرسیدم که مربی در گوشی چه چیزی به او گفته بود. او لبخندی زد و با افتخار گفت که مربی از من خواست ثابت کن که اشتباه میکنم. آموزش نیروی دریایی همیشه درباره اثبات نکته است اثبات اینکه اندازه اصلا مهم نیست اثبات اینکه رنگ پوست اصلا مسئله مهمی نیست اثبات اینکه پول شما را به فرد بهتری تبدیل نمی کند. اثبات اینکه از ما اراده همیشه از استعداد بهتر بوده من خوش شانس بودم که این درس را یک سال قبل از شروع آموزش یاد گرفتم وقتی در مرکز شهر سندیگو سوار اتوبوسی شدم خیلی هیجان زده بودم که قرار است منظره امکانات و فضای آموزشی نیروی دریایی را در خلیج کوچک کورنادو ببینم من دانشجوی نو آموز سال دوم در نیروی دریایی بودم که در ترم تابستانی به عنوان بخش از برنامه رسی آموزشی افسران ذخیره نیروی دریایی شرکت کرده بودم به عنوان یک سال دومی نوآموز من بین سال اولی ها و سال آخری ها قرار داشتم. اگر همه چیز به خوبی پیش می رفت، امیدوار بودم که تابستان آینده برای مأموریتی در نظر بگیرند و مسئول آموزش نیروی دریایی شوم. عواسط هفته بود که من از مربی خودم مجوزی دریافت کردم. مجوزی مبنی بر اینکه یکی از کشتی ها از برنامه آموزشی منحرف شده و من باید به کورنادو بروم. من خارج از محفتی هتل مشهور دل کورنادو از اتوبوس پیاده شدم و حدود یک کیلومتر پیاده روی کردم تا به مقر آمفیبیوس رسیدم. از چند ساختمان ای زمان جنگ گذشتم که گروه های 11 و 12 انهدام زیر آب آنجا مستقر بودند. بیرون یکی از ساختمان های یک طبقه آجر تو در تو یک تابلوی چوبی نصب بود که روی آن نوشته شده بود. فردی قورباغه یک دوزیست با پاهای بزرگ سبز رنگ که یک دسته تینتی حمل می کرد و سیگار میکشید. اینجا مقر مردان قورباغه ساحل غربی بود مبارزانی نترس با ماسک و باله که مبارزان قبلیشان سواحل آیوجیما تاراوا گوام و اینچون را پاک سازی کرده بودند قلبم با سرعت بیشتری شروع به تپیدن کرد اینجا دقیقا جایی بود که میخواستم باشم با عبور از گروه های تخریب زیرابی، ساختمان بعدی به گروه شماره یک یگان ویژه نیروی دریایی تعلق داشت. گروهی متشکل از مبارزان جنگلی که اعتبار خود را در جنگ ویتنام به عنوان سرسختترین مردان ارتش به دست آورده بودند. علامت چوبی بزرگ دیگری به عبارت سامی یگان ویژه اشاره داشت با چاقوی در دست و شنل تیره شانه هایش. آنطور که بعدها فهمیدم مردان قورباغه و نیروهای یگان ویژه مشابه یکدیگر بودند تمامی این افراد از تمرینات نیروی ویژه فارغ تحصیل شده بودند در نهایت با آخرین ساختمان دولتی سمت ساحل در پایگاه نیروی دریایی رسیدم در نمای بیرونی ساختمان این جمله نوشته شده بود تمرینات ابتدایی نیروی ویژه تخریب زیرابی خارج از ورودی اصلی دو مرد مربی نیروهای ویژه ایستاده و چند کارآموز تازه کار اطرافشان جمع شده بودند قد این دو مربی در برابر دانش آموزان مثل دو برج بلند بود ناوستوار دوم ارشد دیکری بیشتر از دو متر قد داشت با شانه های پهن، سینه باریک و سبیلی نازک و تیره رنگ او همه آن چیزی که من از یک نیروی ویژه انتظار داشتم در اختیار داشت در کنار او افسر ارشد گنونس ایستاده بود با بیش از دو متر قد ونس مثل یک بازیکن فوتبال قلدور بود با عضلات قدرتمند سرشانه و نگاهی نافذ که به همه اختار میداد نباید نزدیک او شوند کاراموسا وارد ساختمان شدند همراه با حسی از ترس و استراب به دنبال آنها رفتم و در عرشه جلویی ایستادم. برای ملوان جوان داستانم را تعریف کردم. من یک نوآموز تازه کار از دانشگاه تگزاس بودم و به دنبال کسی بودم تا با او در مورد تمرینات نیروی ویژه صحبت کنم. ملوان میزش را ترک کرد و وقتی برگشت به من گفت که ناوبانه یکم داکوس آماده است تا با من چند دقیقه صحبت کند. در حالی که منتظر بودم تا برای رفتن به دفتر ناوبان یکم آماده شوم، به آرامی در سرسرا بالا و پایین می رفتم و به عکس های روی دیوار نگاه می کردم. همه عکس ها تصاویر نیروهای ویژه در ویتنام بودند. مردهایی تا کمر در گل فرو رفته و در دلتای مکونگ تصاویر جوخه های استتار کرده نیروی ویژه که از مأموریت شبانه باز میگشتند. مردانی همراه با اسلحه های خودکار و انبوهی از مهمات روی قایقی تندرو که به سمت جنگل میرفت. در انتهای سرسرا مرد دیگری به عکس ها نگاه میکرد. مردی با قیافی سرد. تقریبا شکسته و موهایی به سبک گروه بیتلز. ظاهرا از دیدن این همه مبارزان بی متعجب شده بود. به نظر من به این فکر می کرد که چطور عضوی از نیروی ویژه باشد. با نگاه به این تصاویر آیا واقعا فکر می کرد برای گذراندن تمرینات قدرت کافی را دارد؟ آیا فکر می کرد هیکل کوچکش تحمل حمله کوله پشتی سنگین و هزاران گلوله را دارد؟ آیا دو مربی نیروی ویژه در جلوی در را ندیده بود؟ مردانی خوشایکر با خصوصیاتی مثال زدنی؟ ناراحت شدم که آدرس را اشتباهی به این مرد دادن. شاید تشویق شده بود تا زندگی راحتش را به عنوان یک شهروند ترک کند و به تمرینات نیروی ویژه برود. چند دقیقه بعد ملوان عرشه جلویی با خونسردی از راه رو پایین آمد و مرا تا دفتر ناوانه یکم هوس همراهی کرد. دایک هوس پستر تبلیغاتی زنده برای عضوگیری در نیروهای ویژه بود. فردی قد بلند، ازولانی با موهای قهوه‌ای موجدار که در یونیفرم خاکی نیروی دریایی می درخشید. من روی یکی از سندلی ها مقابل میز هوس نشستم و با او در مورد تمرینات نیروی ویژه و نیازهای احتمالی در برنامه های کاری صحبت کردیم. حس در مورد تجربهش در ویتنام به من گفت و توضیح داد که زندگی پس از فارغ و تحصیلی از تمرینات نیروی ویژه چگونه خواهد بود. از گوشه چشمم مردی لاغر را در لباس شخصی می دیدم که به عکس های روی دیوار خیره شده بود. این فرد هم احتمالا مثل من منتظر ناوانی کم بود. به امید اینکه اطلاعات بیشتری در مورد تمرینات یگان ویژه به دست آورد. این مسئله باعث می شد تا حس خوبی به خودم داشته باشم چون خودم را قویتر و آماده تر از فرد دیگری می دیدم که فکر می کرد تا به تحمل تمرینات یگان ویژه را دارد. در میانه گفتگوی من حس ناگهان ساکت شد و از بالای میزش به بیرون نگاه کرد و بر سر مردی در راه فریاد کشید. در حالی که حس به مرد لاغر می گفت تا به داخل بیاید من ایستادم. حس در حالی که آن مرد را سخت در آغوش می گرفت گفت بیل این تامی نوریسه. تامی آخرین تو فنگداری بود که به خاطر جنگ ویتنام مدال افتخار گرفته. نوریس لبخند زد ولی تا حدی به خاطر این معرفی جا خورد. من هم لبخند زدم. به او دست دادم و در دل به خود خندیدم. این مرد لاغر با موی کوتاه که داشت شک داشتم بتواند از تمرینات نیروی ویژه جان سالم به در ببرد. ناوان یکم تامینوریس بود. تامینوریس که در ویتنام خدمت کرده بود چند شب به خطوط دشمن نفوذ کرد تا دو خلبان سقوط کرده را نجات دهد. این تامینوریس بود. فردی که در مأموریتی دیگر با گلوله در صورتش از سوی نیروهای ویتنام شمالی زخمی شد و تنها شانسی که آورد نجاتش توسط ناوستوار دوم مایک تورنتون بود که بعدها به مدال افتخار دست یافت این تامینوریس بود که با وجود آسیب دیدگی برای قبولی در گروه نجات گروگان ای جنگید این مرد ساکت و فروتن یکی از مقاوم ترین توفنگداران تاریخ گروه های نیروی دریایی بود. در سال 1969 تامی تقریبا در حال اخراج از تمرین های یگان ویژه بود. افسران ارشد می گفتن که تامی خیلی قد کوتاه و بسیار لاغر است و قدرت لازم برای انجام تمرینات را ندارد. ولی مشابه ملوان جوان در کلاس من، نوریس به تمامی آنها ثابت کرد که همگی اشتباه می کنند و یک بار دیگر نشان داد که اندازه قد و تجهیزات مهم نیست بلکه وسعت قلب و میزان همت اهمیت دارد.